در جریان یک ماه اخیر 72 تن از طالبان مسلح در ولایت هرات کشته و زخمی شدند. سخنگوی ولی هرات در کنفرانس خبری که امروز داشت تاکید نمود که از این میان 32 طالب مسلح کشته و 40 تن دیگرشون به شمول فرماندهان ارشد این گروه در هرات زخمی شدند. این در حالی است که شام روز پنجشنبه یک حمله انفجاری در منطقه جبرائیل شهر هرات به وقوع پیوست که در نتیجه آن 4 کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت این حمله تروریستی را گروه داعش به عهده گرفته است، اما سخنگوی ولی هرات تاکید دارد که به منظور سرکوب گروه های دهشت افکن برنامه های خاصی از سوی مسئولان امنیتی روی دست گرفته شده است. با وجودی که در جریان از این ماه مؤخر ما شاهد یک حمله تروریستی در شهرک جبرائیل بودیم، اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما در سطح ولایت هرات دست کم از 5 حمله تروریستی تانستن جلوگیری بکنند که در صورتی که این حملات اتفاق میافتاد شاید شمار قابل توجهی از هموطنان ما به خاک و خون غلتیده می‌شدند. سخنگوی والی هرات همچنان تاکید می‌کند که در یک ماه اخیر علاوه بر بازداشت عاملان 60 واقعه جرایم جنایی، از 4 حمله بزرگ تروریستی در شهر هرات نیز جلوگیری شده است. در جریان از این ما خوشبختانه شاهد دستاوردهای چشمگیر پلیس در قسمت کشف جرایم بودیم. بالاتر از 60% جرایمی که در ولایت هرات اتفاق افتاده توسط پلیس و نیروهای امنیتی کشف شده، عاملین از این دستگیر و پنجه قانونی سپرده شدند. از سوی هم رئیس شورای ولایت هرات هرچند تلاش‌های یک ماه اخیر نیروهای امنیتی را در راستای تامین امنیت هرات قناعت بخش ارزیابی می‌کند، اما وی بر روی دست گرفتن برنامه‌های مؤثر و جدی به خاطر تامین امنیت هرات تاکید می‌نماید. شورای ولایتی از کارکرد نیروهای امنیتی در این ما تا حدود راضی هستیم، اما در بعض ورسوالی هنوز چالش ها و مشکلات وجود داره، اما در جلسه شورای نظامی قول های بسیار قاطع و جدی داده شده که به زودترین فرصت مشکل ورسوالی های ناامن هم حل خواهد شد. با آنکه ولایت هرات در حوزه غرب کشور از جمله ولایات نسبتا امن به شمار می رود، اما هر از گاهی وقوع حملات تروریستی وضعیت امنیتی این ولایت را تحت تاثیر قرار می دهد.